خیلی تلاش کردن که این بازی برگزار بشه اون تو که دارید مشاهده میکنید رحمان رضایی علی کریمی محمد نوازی مهدی تارتار بهنام ابوالقاسم پور جواد کاظمیان حسین کاظمی علیرضا نیکبخت واحدی همه اون رفقایی که تو چند روز درگیری و بیماری علی انصاریان و مهرداد میراوند کنارشون بودن و این زایعه رو هم جا داره یک بار دیگه تسلیت بگیم به خانواده علی انصاریان و مهرداد میناوند عزیز فقط میتونیم از خداوند متعال درخواست آرامش برای خانوادهشون و البته شادی روحشون رو داشته باشین چهره علی دایی رو هم مشاهده کردید تیم منتخب 98 محمد خاکپور پرویز برومند علی دایی و خداداد عزیزی که میگفتن تلاش زیادی کرده برای اینکه این بازی برگزار بشه تا دقایقی دیگه در ورزشگاه آزادی بازی برگزار میشه ما از طریق فوتبال برتر این بازی رو براتون به صورت زنده و مستقیم پخش می‌کنیم علی آقای پروین سرمربی منتخب استقلال و پرسپولیس خواهد بود و در سمت مقابل هم آقای ابراهیم قاسمپور و آقا بیژن ذوالفقار نسب به صورت مشترک هدایت تیم ملی دوره 98 رو به عهده خواهند داشت برای یادبود علی انصاریان و مهداد میراوند شاخ گل‌های را اونجا قرار میدم من فقط یه نکته رو خدمت شما بینندگان عزیز عرض کنم تا قبل اینکه بریم به استادیوم آزادی و بازی رو با هم دیگه تماشا کنیم همین یک ساعت پیش روی خروجی سایت فدراسیون فوتبال یه خبر مهم اومد اگر تا الان نشنیدید الان بهتون بگیم که اعلام شد که بازی های مقدماتی جام جهانی 2022 تیم ملی ما به مسافه هنگ کنگ، کامبوج، بحرین و عراق بره از ماه فروردین مکول شده به ماه خورداد و فعلا هم اعلام شده که بازی ها به صورت متمرکز برگزار میشه مگه اینکه یکی از کشورهای گروه سی بتونه میزبانی رو به عهده بگیره که البته خود کشور ایران هم درخواست داره برای اینکه میزبانی بازی ها رو داشته باشه یک بار دیگه تصاویر استادیوم آزادی رو با هم دیگه می‌بینیم کلی ستاره دور هم دیگه جمع شدن و قراره که امروز بازی گرامی داشت و یادبود علی انصاریان و مهرداد میناوند رو در ورزشگاه آزادی برگزار کنن حتی امیر قلنوی هم در استادیوم حضور داره ادموند بزیک به استقبالش رفت من بین ستاره های استقلال و پرسپولیس فقط آقای محمود فکری رو ندیدم چون که گفته شده بود که ایشون هم در لیست حضور دارن و پژمان جمشیدی که حتی اونجا هم نمیتونه اشکای خودش رو کنترل کنه دوتا رفیق خودش رو از دست داد آقای محمود خردبین در کنار حسین آقای کلانی هم اونجا بودن. ستاره های استقلال و پرسپولیس که دور هم دیگه جمع شدن و قراره که این بازی برگزار ابراهیم میرزاپور یکی از دروازه‌بانای منتخب استقلال و پرسپولیس ادای احترام اگه بگیم رفقا خیلی بهتره رفقای علی انصاریان و مهرداد میناوند علی کریمی که اونجا خوشو بشی هم میکنه با امیر قلعه‌نویی چهره خداداد عزیزی رو هم مشاهده میکنید چهره ها قشنگ منقلب بود در استادیوم آزادی یک بار گفتم کاش مجبور نبودیم این جملات رو جوری کنار هم قرار بدیم که بگیم مرحوم علی انصاریان و مرحوم مهداد میناوند هنوز وقتی میخوایم از این کلمه قبل اسمشون استفاده کنیم یه ذره باید فکر کنیم که آیا واقعا این اتفاق افتاده یا نه اما متاسفانه علی انصاریان و مهداد میناوند دیگه در بین ما نیستن امید که رویشون شاد باشه از همین طریق هم خودمون یه ذره بیشتر پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنیم تا هر چه زودتر از شر ویروس کرونا هم راحت بشیم تا اتفاقاتی از این دست دیگه نداشته باشیم میریم به ورزشگاه آزادی بازی و با هم دیگه ببینیم مطمئنم میتونه بازی جذابی باشه رفقای علی انصاریان و مرداد میناوند برای گرامی داشت این دو عزیز دور هم دیگه جمع شدن عباس قانه همکار خوبمون در استادیوم آزادی بازی